ابن الحسن روحی منظور از مهدویت چیست و از چه زمانی آغاز شده است خداوند متعال با خلقت انسان همواره پیامبرانی را برای هدایت و رهبری آنها گسیل داشته است که اولین آن پیامبران آدم و آخرین آنها حضرت محمد بود هرچند این بزرگواران به خصوص رسول اکرم در این باره سعی بسیاری از خود نشان دادند ولی هیچ کدام نتوانستند نتیجه مطلوب را در زمان حیات خیش به دست آورند از این رو بعد از پیامبر اسلام اصل امامت و وسایت امامان معصوم پایگذاری شد و به امر الهی حضرت علی به وسایت و جانشینی آن حضرت و پس از او نیز تن از اولاد معصوم و بزرگوارش به ترتیب عهدهدار امر امامت و خلافت شدند اما متاسفانه این امامان نیز به دلایلی نتوانستند به آن نتیجه مطلوب دست یابند تا اینکه مشیت الهی بر این تعلق گرفت که دوازدهمین پیشوای معصوم مسلمانان و شیعیان حضرت امام مهدی برای تحقق بخشیدن به آرزوی تمامی پیامبران و امامان معصوم در پس پرده غیبت بسر برد تا روز موعود ظهور گردد و با انقلاب خیش یک حکومت واحد جهانی را تشکیل دهد همراهان عزیزم در این مقاله سعی شده تا مطالب در قالبی نو و تازه و در خور فهم عموم به خصوص جوانان مشتاق باشد امید از این مقاله مقبول امام زمان و مورد استفاده عاشقان و منتظران واقعی آن منتظر قرار گیرد اگر تا الان این ویدیو رو دوست داشتید لطفا لایکش کنید و اما منظور از مهدویت چیز و از چه زمانی آغاز شده است؟ اعتقاد به مهدی موعود مسئله است که در تمام ادیان و مذاهب مختلف جهان اعم از وسنیت، کلیمیت، مسیحیت، مجوسیت، اسلام و غیره مطرح بوده و هست. بدین معنی که در آخر زمان مصلحی ظهور خواهد کرد و به جنایت ها و خیانت ها و تبعیضهای بشر خاتمه خواهد داد. آری نه تنها یک باور اسلامی است که عنوانی می باشد برای خواسته ها و آرزوهای همه انسان های دردمند و ستم دیده با کیش و مذاهب گوناگون و همچنین بازده الهام فطری مردم است و با همه اختلافاتی که در عقیده و مذهب دارند در یافتن که برای انسانیت در روی زمین روز موعودی و انسان موعودی خواهد بود که با ظهورش هدف نهایی ادیان الهی تحقق یافته و مسیر آن به دنبال رنجی بسیار همواری و استواری لازم را مییابد بنابراین مسئله مهدویت با سابقه دیرینه ریشه در مذهب دارد اگرچه غیر از قرآن مجید تمامی کتاب‌های آسمانی دیگر دستخوش تحریف شدند لیکن با این وجود جملاتی از دست برد دیگران مسئول مانده است که در آنها از آمدن مهدی معود و مصلح جهانی گفتگو شده است و چون این مطلب به صورت پیشگویی و مربوط به آینده است و مزامین آن در قرآن و روایات متواتر وارد شده است از این راه گذر مسلم می شود که این عبارت ها از منطق وحی سرچشمه گرفته و از دست برد انسان ها در طول تاریخ در امان مانده است. از جمله روایات متواتری که به ظهور مهدی موعود وعده داده از حدیث معروف نبوی است که فرموده اگر از عمر دنیا یک روز بیش باقی نمانده باشد خداوند آن روز را طولانی کند تا مردی از امت و خاندان من که نامش نام من است ظاهر شود و زمین را از عدل و داد پر کند چنان که از ظلم و ستم پر شده باشد. سخن پایانی با تحقیق و جستجو در کتب ادیان و مذاهب آسمانی به این نتیجه قطعی و مسلم می رسیم که اعتقاد به مهدی موعود اختصاص به مسلمانان ندارد بلکه سایر ادیان و مذاهب نیز در این عقیده با مسلمین شریک می باشد. لذا در همین راستا در ویدیوی بعدی که در روز چهارشنبه منتشر خواهیم کرد مقاله ای را در ارتباط با همین موضوع بیان خواهیم کرد که در سایر ادیان و کتب آسمانی از مهدی موعود چگونه یاد شده است پیشنهاد می کنم این ویدیو را از دست ندهید خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودید لطفا نظرات خودتون رو در رابطه با این ویدیو در قسمت کامنت ها بیان کنید و این ویدیو رو با دوستانتان به اشتراک بگذارید با تشکر